سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه تو این تصویری که میبینید یه کارون جریان داره سلام فرهادم با ماست سلام برزادم تونست دو تا اپیزود پوی سرم برگرده سلام با تبریک میگم برگشت برزاد انگار فیلمش مثلا مال دهه های قبله یه تصویر خیلی بیکیفیتی آره، اون... نمیدونم این چرا اینطوریه من خیلی آ اصلا... تکنولوژی که استفاده می‌کنی خاکیه <applause> <applause> احساس <اه> می‌کنم. <applause> آقا صندلی که روبروی من چرخید به خدا. انرژی مثبت شنونده آقا سلامات بفرست بوت کن. خونتون جننی شده. اه, چه خبر همه خوبی؟ دادی فید مشکل ندارید؟ عالی. <تصفح> این بریکی که دادم خوش گذشته به خوبی وهتم. شما، زیر سایه شما. خدا رو شکر. آقا بریم سلام برسیم. حرف بزرگی خداحافظ الحمدلله بسه مسخر بازی تو از این مارمسکی خیلی دوست نداشتید از شما مزلتون باز شدید پس ما هم سری بعد اومدیم خونه شما کم غذا میخوریم درس پس میدیم کم لطفی میکنید به ما بچه ها بعد نبازی میکنید نگاه کن مسخره ها های جک شد نه جاکش اصلا مسخره رو چیز خنده دار بگید حداقل میگید چیزای مزخرف نگید یه ذره کور بابا ما هم دوستامو چیزای غیر خنده دار میگن سر میکنیم بخندیم حالا تو هم نخندیت. اگه دوست چیزای غیر خنده دار گفت به نظر من نخندید به نظر من باید بهشون بگید راهنمایی اینجی دستم میدادیم بالا قلقلک میدادیم مثلا بخند یکی تیکه آه... بیمزه دو؟ وای اگه بذارن آقا امروز کارون <applause> اصلا یوبسی <يوزید>. الان <applause> <علام> میوتش میکنم <applause> <applause> دست خودم اجازه دهند. میدید واقعا دیگه سه دقیقه و 25 پنج سانی داریم چرت پرت میگیم اول اپیزود بذارید برای آخرش اینا رو اه، یه چند هفته ای هست که حالا با فراد و اینام در این مورد صحبت کردیم من خیلی وقت درگیر یه مفهومی هم به نام آزادی بیان بریم باش دست پنجه نرم میکنیم و جاهای مختلف آرا ورژن های مختلف شدیدم و میبینم که چقدر اطلاعات کمی در این مورد خودم داشتم و اصلا اطلاعات کمی وجود داره و چقدر دادم ها به حالا زیر پرچم آزادی بیان یه سری چیزها رو میگن که حالا واقعا گفتن شاید درست نباشه یا میتونه خیلی ها رو آزرده خاطر بکنه و یکی از دلایلش هم میتونه باشه که خب آموزش داده نشده به همون از بچگی حالا توی جای بزرگ شدیم که آزادی بیان شاید اون مفهومی که خارج از ایران داره رو نداره و ازش استفاده نشده و بعضی هم حالا آزادی بیان رو اینطوری باش برخورد میکنن که یه کلمه جادوییه که هر موقع به کار ببرن هر چیزی که قبل و بعدش بگن مشکلی نداره و میتونن هر چیزی که دوست دارن رو به زبون بیارن بدون اینکه فکر بکنن که چقدر آدم ها رو میتونه یه جورایی رنج بده خیلی ساده به نظر میاد اول که بهش نگاه میکنی خب خیلی کلمه آسونی فهمیدنش آزادی بیانه ولی موقعی که میری در موردش میخونیم ببینی که چه در واقع قوانین ای داره چقدر جاهای مختلف دارن متفاوت باش برخورد میکنن و چقدر مرز خیلی باریکی بین آزادی بیان و حالا توهین وجود داره که آدم ها اگر که در موردش واقعا ندونی میتونی او اون خیلی خیلی راحت ردش بکنیم یه سوال پرسیده بودم توی اینستاگرام از دوستان که پرسیده بودم که برداشت شما از آزادی بیان چیه حالا چند تاشو همینطوری میخونم یکی گفته بودش که توانایی بردن توانایی زیر سوال بردن همه چیز یکی دیگه گفته بود آزادی تا سرحد توهین یکی گفته بود انجام بی‌دغدغه هر کاری بدون قضاوت دیگران یکی سه دیگه هم گفته بود نترسیدن از حرف زدن و داشتن امنیت بعدش میخوام ببینم که نظر شما خودتون چیه اصلا آزادی بیان و باش تجربه خاصی داشتین کی اولین بار به گوشتون خورد تجربه خودتون رو میخوام بدونم با این مفهوم حالا هر کدومتون معمولا اینجا فرهاد میخواد آخر بگه فرزاد اول میگه دوم میگه دیگه اینطوری بوده حالا هر کی هر چی داره بگه برید حالا من دیگه فکر کنم بریم بین دونه دونه بگید زیاد نمیخواد نپرین تو حرف هم دیگه کارو فکر کنم تصویرش قطع شده ارتباطمون با کارو هستی نه فرضا قرار شد بگید گفتم نه نه بگو من من دارم فکر میکنم نه بگو تعارف نکنید اگه هر داره بگه نه اون بگو اون مورد آخری که خوندی به نظر من اصلا جالب تر بود به نظر من که هر... هر, کسی بتونه حرفش رو در واقع بزنه و بدون اینکه بترسه از تبعات بعدش ولی خب داستان اینه که توی این مواردی که مطلق نیستن که در واقع میشه 99 درصد زندگی ما مشخص کردن اون حدود خیلی کار سختیه خب چون خیلی مسائل نسبی هستن و شما بلا برید قانون اساسی هر کشوری رو نگاه کنید احتمالا آزادی بیان رو به شکل منحصر به فرد خودش تعریف کرده یه تعریف واحد نداره مثلا مثل علم نیستش که آقا مثلا جاذبه اینجا اینه و ایران هم همینه هیچ فرق با هم نداره اینجور مسائلی که به علوم اجتماعی حالا برمیگردن تعریف مطلق نداره به تفاسیر آدم های مختلف به این تفاصیلشون از این قضیه برمیگرده حالا تعریفی که در نهایت ارائه میشه ولی حالا چیزی هم که مد نظر منه نزدیک به همون مورد آخریه که ایمان گفت در واقع هر کسی آزادی این رو داشته باشه که محصول فکری خودش رو در اختیار بقیه بذاره و مادامی که این محصول فکری در واقع صدمه یا آسیبی به دسته خاصی از جامعه نمیزنه این اجازه رو داشته باشه که اون محصول فکری رو ارائه بده کسی جلوش رو نگیره طبعاتی هم براش نداشته باشه اگر کسی حالا عقیده سیاسی خاصی داره اگر کسی عقیده دینی خاصی داره ای داره که با یه گروهی مخالفه بتونه این رو آزادانه بیان کنه چون مادامی که این قضیه محصول فکریه به نظر من ارزشمنده فکر آدم ها متفاوته ولی ماها میتونیم حالا به خروجی که از این فکرها حاصل میشه در واقع احترام بذاریم و ارزشش رو از جوانه به مختلف بررسی کنیم نه لزوما فقط اون جنبه ای که مد نظر من نوعیه که حالا به محض اینکه این مخالفه نظر من باشه من بخوام بیام واکنش نشون بدم ولی باز میگم این حد و مرزش مشخص نیست ما حالا هفته گذشته مثال بازش همون در واقع استوری بودش که تطلو گذاشته بود اون جاییه که یه خط قرمز خیلی مشخصی است که آقا این با اون حرف داره صدمه میزنه به یه بخشی از جامعه که نباید این اتفاق بیفته اونجا دیگه و آزادی بیان به اون شکلی که محصول فکری اون آدم که اصلا نمیدونم بشه اسمش رو محصول فکری گذاشی یا محصول جای دیگه اون دیگه نباید ترویج پیدا کنه اون موقع دیگه بب. تریبون رو باید از اون آدم گرفت ولی خب خود همین فعل در واقع تند انجام های همچین حرکت تند باز میتونه تفاسیر مختلفی داشته باشه پس وردا اگه من نوعی بیام یه حرفی بزنم که برخلاف یه عقیده یه رایجی باشه از کجا معلوم نیان حرف من رو مشابه با کاری که تطلو کرد برداشت کنن <applause> چی میگم یعنی حرف من رو برداشت کنن که خب حرف تو هم اومد به یه قشری صدمه زد پس باید جلوی تو گرفته بشه همیشه اینجور مواقع که خیلی قضیه نسبیه و در واقع درست و غلط مشخصی وجود نداره خیلی سخت تصمیم درست گرفتن برای همینه که حالا این قضیه توی سیستم قضایی خیلی اتفاق میافته دیگه یه قاضی ممکنه یه حکمی رو بده در واقع از قانون اساسی از اون قانونی که وجود داره یه برداشتی رو کرده بر روی اون موضوع اون رو ارائه میده یه قاضی دیگه اون حکم رو میشکنه مثالش حالا توی آمریکا افتاد واسه قضیه مهاجرا این اومد یه قانونی گذاشت یه قاضی ورش داشت قانون رو اصلاح کردن یه قاضی دیگه ای این اتفاق افتاد چون به گونه های مختلفی میشه این رو تفسیر کرد <تصفح> شما چی؟ من من آره من برم اون مورد دومیه که آرام دوستمون گفته بود که تا سر حد توهین توهین و احترامی من خودم شخصا خیلی وقتا گیر میکنم تو این تشخیص دادن توهینه که آیا اون شنونده من حالا اون کسی که من دارم اون انتقاد رو بهش میکنم یا داریم این حرفا رو میزنیم چه لول جنبه ای داره یا واقعا من من چه شکلی باید مثلا حرفمو کنار هم بچینم که به اون این توهینه نشه خیلی وقتا میشه که خیلی وقتا میشه که خود سانسوری میکنم یا مثلا سعی میکنم حرفمو بخورم چون که میگم او بهتره من ترجیح میدم حرفا رو نزنم یا مثلا خیلی لاپنبتر رو بگم تا اینکه بخواد یو من که آدم مثلا محافظه کاری هستم یهو بخواد مثلا بی احترامی بشه یا مثلا توهینی برداشت بعدی از برداشتی بشه آره این این تشخیص به نظرم خیلی سخته حداقل تجربه شخصی من اینطوری بوده از از این, هم دوباره همون جایی که خیلی نسبی میشه دیگه دوباره به فرهنگ ما به جایی که توش بزرگ شدی برمیگرده فرض کن شما یه نظری داشته باشی این نظر مخالف نظر بزرگتر شما باشه فرهنگ ما میگه تو اون نظر رو نباید بگی ولی خب الان داریم به سمتی میریم که میفهمیم که مثلا چرا که نه کی گفته چه اشکالی داره اصلا همین تنوعاست که جامعه رو رشد بیده من چرا نباید بتونم نظر مخالفم رو اعلام کنم ولی خب فرهنگ ما میگه این قضیه توهین این قضیه بی‌احترامیه آره، در صورتی آره. که اینطور نیست اینا دوباره همین یه مسائلیه که ما تو ذهن خودمون پرورش دادیم که بهشون پایبند باشیم ولی لزوما همه اینا کار نمیکنه دیگه و مرز مشخصی نداره شما چی؟ من... میخوام یه مثال بزنم از تجربه که خودم داشتم که حالا زیادم شاید مستقیم ربط داشته باشه به آزادی بیان حالا بیانم اون کلمه لغویش بیشتر شبیه آزادی فکر و تفکر و اینا میشه باشه و اونم اینه که مثلا من وقتی که خودم رفتم رو توییتر سعی کردم که نمیدونم نمیدونم ترامپ رو فالو کردم مخالفاش رو تو ایران فالو کردم خیلی یعنی هیچ هیچ چیز مشخصی نبود که آره بازیگر این ور اون ور. بعد یه بار یکی فالوورای منو دیده بود کسایی که من فالو میکردم و با براش عجیب بود که عجیب که مثلا به من یه حالت اینطوری میگفت که تو مثلا اگه ترامپ داری مثلا چه جوری میتونی به رئیس جمهور مثلا ایران هم داشته باشی مثلا و مثلا فکر میکرد که من حواسم نیست مثلا راه همو نمیدونم مشخص نیستم حالا چیز سیاسی چیه مثلا اینا. بعد دیدم ولی خب مثلا من نظرم این بود که حالا به هر حال توییتر یا این فضای مجازی که هست میتونه آدم اینا رو داشته باشه نگاه کنه مثلا حتی اگه مخ... نظریات مخالفش خودش هست و داشته باشه اون به نظر من ضرری نبود و نیست که مثلا حتی فالو کنین طرف اون که مثلا رئیس جمهور نمیشه به تعداد فالووراش در کل این برام جالب بود که مثلا همینطور که فرهاد گفت ما خیلی وقت خودمون هم یه سری سانسورایی داریم یه سری مثلا چیزی داریم رو خودمون که آقا نمون مثلا حت... مثال فضای مجازی اینه که ما این قش رو فالو کنیم این مثلا این لایک ها رو بزنیم این این آره جالب بود که خود انجامش میدیم حالا وقتی ما اینجا میگیم آزادی بیان واقعا آزادی بیان کنار آزادی ابراز کردن میاد یعنی freedom of expression که تو بتونی خود تو همون چیزی که هستی ابراز بکنی چه از لحاظ جنسی چه از لحاظ حالا فشن هر جوری که هستی بتونی خودت رو بدون اینکه بقیه قضاوتت بکنن در واقع نشون بدی به جامعه و اینو بهش در واقع توجه داشته باشیم که فقط صحبت کردن نیست بعضی موقع میگن آزادی بیان در نگفتن هم در واقع به وجود میاد که تو اصلا یه سری چیز رو نمیگی دوست نداری یه کاری انجام بدی و اصلا قانونه به تو اجازه میده که تو اون موقع سکوت کنی و حرفی نزنی آزادی برای نمیگم خیلی قانونیه که از جاهای مختلف دار ازش استفاده میشه جاهای مختلف دولت ها در نظرش استفاده میکنن و قانونگذارهای در واقع دید خاصی به این دارن موقعی که میخوان قانون جدیدی رو تصویب بکنن حالا همونطوری که توی صحبت های هم شما شنیدیم هم توی شنونده ها دو تا اید ایدئولوژی خاص در مورد آزادی بیان وجود داره اولیش اینه که برای بعضی ها بر این باورن که آزادی بیان باید مطلق باشه هر چی دلمون خواست بگیم حتی اگر حرف حرفی که میخوایم بزنیم بر علیه یه سری گروه خاص باشه حتی اگر توهین باشه و کسی هم نباید جلو ما رو بگیره که خب حرف این آدما قابل قبول وقتی که میبینی سانسور کردن چه اثرات مخربی میتونه داشته باشه <applause> یه جلوش هم میخونم میگفتش که موقعی که یه ذره سانسور میکنی خیلی سخته که بیشتر سانسور نکنی یعنی موقعی که اجازه میدی سانسور اتفاق بیفته دیگه مرز و لیمیتش دیگه دست خودت نیست دیگه شاید حرفای یه سری آدم که تو دارن تو رو در واقع دیس میکنن هم بیای سانسور بکنی همون قدی که مثلا یه نفر دیگه داره واقعا یه جرمی و مرتکب میشه با حرفی که میزنه مثل حالا امیر تتلو یا هر کسی قانون رو در واقع طوری برداشت کنی که به نفته چون مطلق دیگه حالا چندتا برداشت میکنی که به سود تو در بیاد دیگه دقیقا حالا چند تا مثال ملموسش که شاید هممون دیده باشیم از سانسور کردن یکیش توی فوتبالیستا اون مرده عموی سوباسا نبود دوست سر, مادرش بود و, <applause> و با یه سانسور کوچولو کلا داستان عوض شد و دیگه اصلا ما نفهمیدیم کی به کیه بعدا اومدیم سن 28 سالگی تازه فهمیدیم اون کسی که خیلی آدم خوبی بود با مادره آره بعد شنا... <تصفيق> <تصفيق> آره کار دگر میکرد <applause> آره کار میکرده یا مثلا اوشین بد کاره بود یعنی اوشین شده بود اسطوره یه سری از مردم تو ایران ولی این خانم بدکاره بودن و من نمیدونستم اوشین من وقتی فهمیدم خیلی ناراحت شدم یعنی دیگه از <تصفح> اوشین انتظام او... <تصفح> نداشتم <تصفح> <تصفح> استوره شده بود اوشین یعنی میذاشتنش کنار مثلا آدم های بزرگ توی تاریخ اون جولز و جولی چی؟ چی؟ جولز و جولی یادتونه؟ خواهر بردار دارم دور افثانه ای؟ نه خواهر بردار خواهر برادر با... نیستن زاره. چرا چرا من رفتم نمازش خوندم اون, اون آه اون سری راجوش صحبت کرد آره آره, آره،, آره، دیگه تو این زمونه سخت باورش آره و خب میبینی دیگه مثلا با سانسور کردن یا مثلا کارون داشت میگفتش که یه کلمه موعود گفتی آره اه... سرزمین موعود پیش آره سرزمین, سرزمین موعود. موعود این سانسور میشه و میگم موقعی که فکر میکنی که اگه که سانسور وجود داشته باشه اینجور چیزا میتونه سانسور بشه فقط در واقع چیزهای بد سانسور نمیشه چون که بد یه نسبیه دیگه هر کسی از زن خودش میشه یاره اون چیزه بابا مولانا <تصفح> <تصفح> با رو نیار بسته یه مثلا. جودی بابا لنگدراز هم بود دیگه فکر کنم آره بابا دوست پسرش بود دیگه ما نمیدونیم یه مورد دیگه هم فکر کنم یادت رف ما رو دروغ بزرگ شدی اپیزود می میدونستان او؟ اونم ایمان تلاش عجیبی داشت که نظر من حرفمو بزنم این حس حرفو باز این فکر کنم حرفو بده من در مورد صحبت کردم ما آدمو عوض میشن و بعد در موردش براش راه حل پیدا کردیم افتاد تو سرزی. چیزی بالای 18 سال باشه ما میتونیم جلوشو بگیریم که یک سری آدم ها نشنوند آره ایمان او اون موقع نمید. فقط نگرانیش این بود که اون بچه مثلا 17 ساله نشنوه چون نمیدونه چون بچه 17 ساله نمیدونه دل, دل نگرونه فقط تو قد... کجا میدونی همین بوده ام... داشتم میگفتم خب حرف اون گروه اینه که وقتی شروع میکنی به سانسور این مرز خیلی باری که دیگه دیگه شروع میکنی دیگه سانسور کردن همه و این میتونه پیش زمینه بشه برای از بین رفتن بقیه آزادیایی هم که وجود داره حرف دیگه این دست از آدم این که میزنن اینه که حروف و کلمات آدم ها رو به صورت فیزیکی نمیتونه اذیت بکنه میگفتش که من اگر که به به یه نفر فوش بدم اون استخوناش نمیشکنه ولی خب اگر که بذاریم این حرفا گفته نشه احتمالا میتونه در واقع اینا همش بیاد روی هم تلمبار بشه و باعث بشه که آدما برن خوشونت انجام بدن توی تظاهرات مختلف دیدیم وقتی که حالا حکومت های ذره به قول معروف دیکتاتوری موقعی که آدم ها میخوان تظاهرات بکنن معمولا به خشونت میرسه و به خاطر اینه نمیذاشتن این دسته از افراد حرفشون رو اونطوری که میخوان بیان بکنن من بگو بگو جانم یه یه پرانتز تنز اینجا باز کنم گفتی کلمات تاثیر فیزیکی ندارن اینا یه شپ علمی بود رو انداخته بودن توی کلاس دینیا یادمه که یه ویدیویی پخش میکردن که به, آب به قطرات آب فش میدادن وای یادمه بعد مثلا قرب و صدقه شو شکل مولکولیش عوض میشد آره به اون زیر نشون میدادن که مثلا چهره عبوسی گرفته آب هاشتو آب خودشون یا مثلا این خواست هم به سال من نشیده بودم بابا میامدن تو برامو ما گذاشتن با آب مثلا اینجوری صحبت که اینجوری شد بعد مثلا براش حالا یه چیز مذهبی پخش کردن زیبا شد داشت تو فکر کن دیگه ما تو همچون فضایی بزرگ شدیم معلومه من خرافاتی میشم وقتی بزرگ شدم شب ناخون نمیگیرم که آبو آره ببخشید برو ایمان یه دست گروه یه در واقع بگم یه دست و گروه دوم دیگه هم وجود داره که ذره محتاطانه تر نسبت به این موضوع برخورد میکنن یعنی چی یعنی که میگن آزادی بیان مهمه ولی باید نفع جمعی رو در نظر گرفت تا نفع فردی یه نفر میخواد حالا یه سری حرفی رو بزنه اگر که بیاد یه گروهی رو حالا بکشه به سینه فوش اون موقع باید عواقبش رو در نظر گرفت چون که اونطوری میتونه سلامت جامعه رو به خطر بندازه یه سری آدم که دسته از افراد هستن حالا توی یه اقلیتی محسوب میشن میتونن اونا کلا سرخورده بشن و میتونن حالا اون دست افراد به خشونت کشیده بشن این دو کتگوری خیلی اینطوری بگم که دو تا چیز کتگوری مختلف هم وجود داره که خیلی مردم و در واقع رسانه ها روش استرس بیشتری میذارن روش تمرکز بیشتری دارن موقعی که میرسه به این قضیه یکیش نفرت پراکنی یا هیت سپیچه. که طرفداری و تحریک مثلا نسل کشی خشونت و مثلا نجات پرستی و حرفای ضد مذهبی و حالا ضد جنسی و دومیش ترویج ترویج زشتیه حالا این یه ذره یه ذره سخت توضیح دادنش موقعی هم که واقعا نمرش میخونی جاهای مختلف حرفای مختلف تمش میزنن و میگن خیلی ویگه میگن خیلی نامفهوم آره و گنگه که بهش میگن ابسینیتی یا ترویج زشتی که به ترویج کارهایی میگن که میتونه جامعه رو به خطر بندازه مثل خشونت جنسی علیه کودکان مثل ترویج داروهای تقلبی ترویج کلاهبرداری و چیزهای مختلف که میگن اینا هم اگر که باشه میتونه به قول معروف جامعه رو به صورت کلی به خطر بندازه که اگر یکی بیاد مثلا پست بذاره من مثلا دختر 15 ساله میخوام بیاد هرم سرا میتونه عواقب خیلی بدی داشته باشه به خاطر که اونا هنوز به اون سن قانونی نرسیدن و نمیتونن در این مورد تصمیم بگیرن ترویج هم یعنی میشه جزو آره، چیزای ضد آزادی و من یعنی نمیتونه. چیزی که من خیلی دنبال این بودم که بیان در مورد این هوروسکوپ و این طالبینی و اینام استرولوژی صحبت بشه ولی هیچی نگفتن یعنی من برام خیلی جالب بود که من داشتم در مورد این میخوندم گفتم خب دیگه خط بعدی در مورد این میگه یا خط بعدی دیگه در مورد این میگه ولی دیدم که نه کف بینی و اینا جزو ترویج خرافه نیست روز داشتم با یکی بچه ها صحبت میکردم بهش گفتم که فرض کن مثلا زمان بگذره مثلا ما یهو متوجه بشیم که آقا واقعا انرژی من رو کائنات تاثیر داره خیلی خنده میشه یعنی چه باختی دادی من آره من با سعید داشتم دونم. صحبت میکردم یه اونم خیلی آ... عقاید شبیه من داره بعد گفتیم فرض کن پس فردا بفهمیم که آقا واقعا اون لحظه تولد اون جایگاه اون ستاره مهم بوده تو زندگی ام. خیلی میخنی بعد یه سری باورهای دیگه که الان تو برنامه نمیشه گفت رو بفهمیم یهو درسته حالا میگم من قبول دارم که این آبسینیتی که الان گفتم حالا ترویج کلاهبرداری <تصفح> و داروی و تقلبی و اینا میتونه خیلی نامفهوم باشه و آدما میتونن برداشت خودشون رو از این موضوع داشته باشن مثلا یکی از مثالاش هنره آدما نسبت به هنر برداشتای مختلف دارن مثلا یه نفر وقتی میای موضوع با یه دونه چسب میزنی به دیوار حاضر چند صد هزار دلار براش پول بده ولی اگر از من بپرسن من میگم این کلاهبرداری مطلقه و داره پولشویی انجام میشه و <applause> واسه همین می آبسینیتی یه ذره سخت میشه و برای همین آدمایی که حالا صاحب نظرن توی فریدوم آف سپیچ و آزادی بیان میگن که دولت ها نباید زیاد توی این قسم کتگوری دوم وارد بشن به خاطر اینکه سوء برداشت آره سوء برداشت میشه و هر کسی نظر خودش رو میتونه داشته باشه حالا میخوام بدونم که شما تو کدوم که از این دسته ها قرار میگیرید یعنی کدوم به نظرتون جالب تره دسته اول که میگن باید مطلق باشه و هر چیزی که میخوام بگن دلیلاش هم گفتم دلایل موجهی هم میتونه باشه یا دسته دوم که میتونه یه ذره به قول معروف نامفهوم باشه من میخوام من بگم آره بگید من به نظر من هم اولم گفتم دسته دوم در واقع قابل پیاده سازی تره ولی باز اون ورش هم در واقع حالا داون ساید میگن مشکلی که میتونه ایجاد کنم اینه که تفسیرایی که از اون قانون میشه تو میگی ام. که هر کسی آزاده حرف خودشو بزنه در واقع محصول فکری خودش رو ارائه بده تا زمانی که برای جامعه ضرر نداشته باشه بعد یکی میاد ضررش رو برای جامعه اینطوری تفسیر میکنه که تو فلان حرفو بزنیم بزنی مثلا به حزب من توهین کردی و فقط هم حزب من هست و ادامه ماجرا روی این حساب این قضیه بستر در واقع سرکوب و سانسور رو مهیا میکنه اون مورد اول به سر پرورش آدمایی مثل تطلو رو مهیا میکنه <applause> بین بد و بدتر خب کدوم یه گزینه دومی که توسط یه سری اه، سبو. ها؟ سبو. نه همون گزینه دوم و... دومی دو که میخوای تغییرش بدی گزینه دومی دو که نه تغییر نه همون ولی درست تعریف شده باشه درست طراحی شده باشه و واقعا نفع اون جامعه به صورت کلی در نظر گرفته شده باشه به نظر من مناسب تره یه جاهای مشخصی آقا مثلا تو اگه حرفت داره بچه رو اذیت میکنه خب این واضحه این باید جلوش گرفته بشه این چیزی که حالا توی کشور حالا اروپایی که سیستم حالا مدرن تری دارن اونجا پیاده سازی میشه دیگه هر کسی آزاده هر کاری بخواد بکنه هر چیزی بخواد بگه تا زمانی که حالا آسیب جدی به کسی وارد نشه یا حالا حرفش نخواد اذیت کنه در واقع آسیب برسونه به بچه ها حالا این رو گفتی من هر موقع این برنامه های تنز آمریکایی رو که میبینم اصلا ببین اش... حیرت زده میشم که چقدر شماها آزادید یعنی تا کجا میتونی شوخی کنی با قدرت اول کشورتون هرچی دلتون بخواد میگید و به نظر من این یه سطح خیلی خاصی از پیشرفته که در واقع اون سیاستمدارا این تحمل رو دارن که هر چیزی که ممکنه راجبشون حرف زده بشه و, و این قدرت رو هم ندارن که واکنش نشون بدن در این حال جامعه هم اون رشد رو کرده دیگه یعنی فقط سیاست نیستن که باجن من یعنی کل جامعه اینه که نمیان بگن او مثلا دست رو استورمون گذاشتی فلان استاد رو مثلا بعضی بعضیا میگن چرا ببین مثلا بعضی که مثلا ترامپو مسخره میکنن دیگه الان فکر نمی کنم از فاکس نیوز جای دیگه نباشه که ترامپو مسخره نکرده باشه واقعا بعضی ریاکشن خیلی بد نشون میدن یعنی میرن و مثلا توهین میکنن و این یعنی تو ببینی اون جامعه حالا شاید ما جزء اکثریتیم و اون اقلیت رو واقعا نمیبینیم تو این قضیه یعنی ما همه کسایی که اطراف اونن دارن ترامپ مسخره میکنن و ما دیگه به اون اقلیت زیاد واقف نیستیم ولی خیلی هستن که این کار میکنن نه نه میکنن ولی این باعث نمیشه که دیگه افرادی که مثلا تنز پردازن یا مثلا برنامه اجرا میکنن و دیگه استوب کنن بگن او نه همچین حجمه به ما وارد شد پس ما تغییر رویه بدیم هم. اتفاق نیفتاد ولی خب حالا من قبلا هم با ایمان راجع به این قضیه صحبت کرده بودم ولی تو فرهنگ ما بین ایرانیات خب خیلی سخته یعنی هم هنوزم جاش نباشه یا کلا به عنوان جامعه به اون لول نرسیده باشیم که بتونیم آخه میدونی چیه من اولش گفتم وقتی که تو جامعه ما اصلا از اول از اون بچگی آموزشی داده نشده و یه همچین چیزی وجود نداشته ما بکنم بعد اصلا جامعه خودمون از این بیاریم بیرون یعنی بعد از بقیه قرض بگیریم یه همچین فرهنگی و ببینیم اونا چه جوری دارن باش برخورد میکنن از اونا یه جورایی یاد بگیریم و از اونا آداب یاد بگیریم و بریم جلو نه اینکه حالا بقیه جوها بچگی بهشون آموزش دادن ولی خب بالاخره یه سری کشورها یه سری فرهنگا هستن که آزادی نسبی بیشتری دارن نسبت به حالا کشورهای قدیمی تر شرق بله فرض شما ولی اه. آه, من آه. من فکر نه نه اوکی. من جوابم حالا به سوال تو گزینه دو چون گزینه یکه هرچند که خیلی باحال میشه ولی اسم میکنم یه هر جمعه, جمعه عجیبی پیش میاره یعنی با که از دور نگاه کنیم مثلا یه سری آدم این آزادیه رو تمرینش بکنن یا تو روز مرشون آزادی مطلقه رو استفاده کنن ولی خب مطمئنا دست و پای شکسته که از این داستان میاد بیرون دیگه چون آه. که همزمان با اون نمیره بالا یا جنبه ها. همه شروع میکنن به همه جای هم دادن و آره از دورش شما چی؟ من میخوام اضافه کنم به, فر... به حرف فرهاد منم نظرم با آپشن دو یه داکیومنتی میدیدم در مورد چیز بود دارک وب میگن یا دارک بلد. آره دارک ویب. که این از شروعش با این بود که چند تا ایجنسی آمریکا میخواستن برای اینکه اطلاعاتشون خیلی سکیور رد و بدل بشه اومدن یه همین چیزی درست کردن که اصلا نتونه ترک بشه و این داستان ها و رفته رفته از دستشون خارج شد و الان مثلا همه چی تو میتونید رو اونجا پیدا کنی و این اینی که و خیلی خود خود دولت عقب افتاد از این بازی تو این کیس هم مثلا اگه حالا یه مثال مشخص بخوایم بزنیم تئوری اینکه زمین صافه فکر میکنم از یه ویدیو یوتیوب شروع شد کلا که یه شخصی اومده بود حالا اکسپریمنت که هر کاری کرده بود از یه ویدیو یوتیوب شروع شد که رفته رفته بود تا چند وقتی هم یوتیوب مثلا ویدیو رو برداشت و خب خ... حالا اینجا خیلی مهمه که به قول خارجه تو این خط و کجا میکشی این... این مرز مثلا آزادی و سانسور و این داستان رو ولی خب این اومد یوتیوب اومد برش داشت به خاطر اینکه تگ یا لیبل همون لیبل چیز رو گذاشت که این فرضیه درستی نیست این مثلا حقیقت نداره آره به نظر من اگه یه همچین چیزهایی باشه بد نیست نسبت به اون محض چیزی که کارون گفت گفتش که بعضی از این کومیدیان ها میان مسخره میکنن حالا سیاست مداره مختلف و به نظر من این شوخی قابل درک و فهم میشه موقعی که یه ذره عمیق باشه یعنی بعضیا میگن میان از این لیبل استفاده میکنن طرف هم مثلا یکی دیگه رو میکشه سینه یه فوش هر از دانش میاد میگه برام مثلا بهشون میگه این طوری کردی میگه آزادی بیانه دوست دارم بگم فلان کس هم داره این کارو میکنه و اونم هم تقریبا همینو میگه ولی یه مغزی داره بعضی از حرفهایی که حالا گفته میشه یعنی اون مثلا برنامه های آمریکایی که تولید میشه یه اتاق فکری وجود داره چند نفر که صاحب فکرن در واقع این چیزها رو مینویسن و میدن به دست اون طرف که این حرفها رو بزنه و اگه برمیگردی به حالا مغز اون داستان میبینی که به قول معروف یه سری داکیومنت وجود داره یه سری میتونن حرفشون رو سند و مدرک وجود داره برای حرفی که میزنن یعنی همینطوری رو هوا نیست و فقط توهین نیست یه سند و هم وجود داره چیزی میخواستی بگی می کارون نه گفتم آه. اه، حالا تو این کشوری که ما داریم زندگی میکنیم کانادا یه سری قانون وجود داره که برای اداره کردن آزادی بیان که یه ذره راحتتر بتونن کنترلش بکنن که چندتا تا محدودیت وجود داره اینا اولیش محدودیت های آزادی بیان خیانت در سطح کشوری نه که مثلا دوست دختر دوست دوست به خیانت کرده باشن که مثلا بهش میگن تریزن فتنه افترا تهمت یا اخلال در عبادت مذهبی این خیلی جالبه اینو به صورت مستقیم نوشته انتشار اخبار نادرستی همون فیک نیوزی که گفتیم شرارت و غیره که خب به نظر من این قوانین اینجا در واقع ثبت شده که مردم و رسانه ها رو یه جوری تشویق بکنه که با احتیاط تر در مورد همدیگه در مورد مسائل مختلف نظر بدن و نظرشون رو منتشر, منتشر بکنن مثلا اینجا یه معلمی بود به بچه ها توی دبستان یاد میداد که اصلا چیزی به نام هولوکاست وجود نره و اتفاق نیفتاده که به خاطر همین گرفتن و محاکمش کردن و زندان شد که خب اگرم یکم برگردیم به تاریخ میبینیم که بعضی های دیگه هم بودن که همین کشور رو توی کشور همین حرفا رو توی کشور خارجی زدن و اگر جای دیگه زندگی میکردن احتمالا تبعات خیلی بدتری براشون داشت حالا فارغ از تمام این بحثات که کی داره درست میگه کی داره اشتباه میگه یه حدی توی آزادی بیان وجود داره که بعضی موقع میگم ماها ازش رد میشیم که باید ببینیم که راستش رو بخوام میخوام بگم که اصل واقعی اون آزادی بیانه از چیه اومده که چی کار بکنه از روز اولی که به وجود اومده وقتی نوشتنش میخواستن باش چی کار بکنن اولیش این بوده که اطلاعات و دانش رو بتونیم به همدیگه منتقل بکنیم یعنی اگر که آزاری برای نباشه مردم میترسن که دانش و اطلاعات خودشون رو به همدیگه منتقل بکنن اینا پخش نمیشه و جامعه یه جورایی جلو نمیره و اگرم مثلا این دانشی که وجود داره دروغ باشه مثل همون هولوکاستی که من در قام مثالش رو زدم که طرف میگفته وجود نداره خیلی سخت میشه که اطلاعات درست و غلط رو از هم دیگه تشخیص داد تو نمیدونی به کجا رجوع بکنی که اطلاعات درست رو بگیری و حرف همه توی خفا میمونه و نمیشه در واقع جلو رفت یه سری بزنیم به تمام این گروه های تلگرامی که وجود داره توی ایران که هر چیزی که دلشون میخواد میگن بدون هیچ پایه و اساسی به خاطر اینکه واقعا کسی نیست که جلو اینا رو بگیره بگه بگیر آقا این چرت و پرتایی که داری میگی مثلا خورما به مالی کف پاد احتمالاً قدرت روش نمیکنه چرا باید این اتفاق بیفته پس دیدی کرد ممکنه الان الان چیزی در موردش وجود نداره آره آره, آره. یا مثلا اطلاعات و دانش در مورد مثلا سیاست مدارایی که وجود دارن توی خارج از کشور همونطوری که کارون گفت اینا زیر ذره بینن و نمیتونن کارهای خیلی عجیبی انجام بدن و اگه کارهای عجیبی انجام بدن احتمالا همه در موردش میدونن واسه همین این اطلاعات و دانش که رد و بدل میشه بین جامعه میتونه جامعه رو سالم یه جورایی نگه داره بقیه رو نمیذاره خیلی کارهایی رو انجام بدن و خب این اصل اولشه اطلاعات و دانش اصل دومش قدرت دادن به یه سری افراد که این یه اصل خیلی مهمیه از آزادی بیان به نظر من که قدرت میده به تو که بتونی حرفت رو بزنی فارغ از سواد پول و جایگاه اجتماعی که داری که اگه این نبود فقط صدای یه سری از افراد شنیده میشد توی جامعه دیگه یعنی فقط کسایی که شاید مثلا با سواد بودن صرفشون شده میشه یا فقط کسایی که پولدار بودن ولی این آزادی بیانه به معنی که اینجا بی سوادم مثلا اجازه میده که بیام پادکست داشته باشم حرفمو بزنم یه کسی هم که مثلا پروفسور یه دانشگاهه میتونه بیاد حرفشو بزنه بقیه تصمیم میگیرن که از این حرف چی برداشت بکنن برای چه حرفی کجا برن که اگر مثلا من این کارو بکنم شاید ما هیچ وقت این دوستای کوچیکی دور خودمون داریم هیچ وقت به وجود نمی اومد توی اینستاگرام با این افراد نمیتونستیم صحبت بکنیم و دوستی های کوچیک دوستای, 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 دوستای م... کوچیک منظورم ا... اون جامعه کوچیک اومدم بگم <تصفح> جامعه دوستای گفتم کارون الان دوباره میگه م... تو <تصفح> م... جامعه رو فلان کردید استفاده زیاد همین کوچیک یعنی مستقل از اینکه اسم چیه صفت کوچیک همیشه جامعه کوچیک دوستای کوچیک دقیقاً آفرین این دوستایی که اطرافمون هستن شاید هیچ وقت نداشتیم یکی از مثال های خیلی مهم آزادی بیان که میگم قدرت دادن به افراد مختلفه رای دادنه که خب من با که تمام اقشار جامعه میتونم برن این رای رو بدن و تصمیم بگیرن برای آینده حالا مملکت خودشون یه جورایی بدون اینکه در واقع چک بکنن ببینن طرف حالا چقدر سواد سیاسی داره یا چقدر پول داره یا حالا جایگاه اجتماعیش چقدره و این مهمه دیگه ما اون لحظه ای که بیایم سانسور بکنیم بگیم نه فقط کسایی که فوق لیسانس به بالا دارن مثلا میتونن رای بدن یه مقدار خیلی زیادی از آدما رو از بین میبریم یا مثلا بیایم بگیم که فقط کسایی که چون دیپلمشون رو گرفتن میتونن رای بدن حالا به این رای دادن بگو بگو نه بگو. بگو تا فکر کردید که این رأی دادنه حالا به جای میانگین باید میانگین وزندار باشه همین حرفی که ایمان میزنه مثلا به یه سری وزن بیشتری بدن به رأیشون اینو نتیجه های مطلوب تاری در بیاد این مسئله مطلوب, مطلوب... از نظر کی؟ اون دو ولی اینو مثال شد ما یه استادی داشتیم که تقریبا براتون بگم که همه ازش بدشون میمان از این آدم بعدشون میموند یه استاد بی خودی بود یه سری درسه بود. مزخرف هم میداد که هیچ وقت به درد ما داریم. ولی یه بار یه حرف... یه حرفی زد که ما رو به فکر فرو برد فکر کنم یه دارم تو پادکست گفتم گفتش که یه... قدیما تو آره گفتش پاتکست. که شما چی میگید دموکراسی و رای و این داستان الان فرض کن مثلا تو این اتاق ما بیان رایگیری بذارن که این درس رو ما ادامه بدیم یا ندیم احتمالا رای میاره که ادامه ندیم و اگه بخوایم عمل کنیم به اون قضیه خب این درست نیست دیگه نظر بچه ها مثلا پیش میره اینا حالا جدای از اینکه این استاد چقدر اصلا حرفی که میزد دلنشین نبود هیچ ولی این حرفش آدم به فکر فرو میره دیگه همین کاری که حالا اون کمبریج انالیتیکا انجام داد با تبلیغات فیسبوکی و اینا که تونست نتایج مثلا یه سری انتخابات رو یه مقدار در واقع تحریف کنه پیش میاد دیگه این مال زمانیه که رأی همه مساویه من اصلا نمیگم که باید وزن داده بشه ها ولی هممون به مواردی برخوردیم که در واقع یه سری کارها انجام دادن که این نتیجه رعی ها عوض بشه به سمتی که میخوان با استفاده از افرادی که مغزشون راحت ممکنه شستشو شو داده بشه اون مستند اوشو رو اگه نگاه کرده باشید داستانش رو بدونید اینا توی بازهی باید رأیگیری انجام میدادن که در واقع شهردار حالا اون منطقه کی باشه و اینا اینا یه تاکتیک خیلی کثیفی رو شروع کردن اجرا کردن که رفتن یه سری بی رو از جاهای مختلف آمریکا جمع کردن آوردن توی اون شهره که اینا به نفعشون بعضیاشون هم واقعا یعنی خانواده‌هاشون رو کرده بودن اومده بودن نه نه اون که جو... اونو که زندگی میکردن باهاشون جدا واسه اون انتخابات رفتن واقعا یه سری بی خانمان آوردن بهشون مثلا غذا و سرپناه و مشروب روز. دادن که آره خب این بر... برابر تعریف دموکراسی رای اونا باید شمرده بشه ولی در واقعیت اونا رایشون خریداری شده مهندسی آره روی حساب اصلا اعداد و ارقام که میره بالا کنترل مدیری... در مدیریت حالا یه جامعه به اون بزرگی مشکل نیست اینجا وقتی تعداد زیاده معلوم نیست دیگه باید چه جوری مدیریت بشه اصلا راهکار مناسبی هم هنوز براش بکنم هیچ جای دنیا ارائه نشده ولی خب صرف حالا دموکراسی و رأی مساوی هم مشکلات خاص خودش رو اصلا من نمیگم نباید این باشه ولی ولی هم میتونه مشکل داشته باشه یه بحثی بود یه مدت میگفتن که بیلیت های هواپیما بعد بر اساس وزن آدم و هزینش در واقع انجام بشه, خیم بشه. که مثلا منی که مثلا چاقم با مثلا کارونی که وزنش مناسبه وقتی میریم توی هواپیما یه قیمت رو بیلیت خریدیم ولی خب مقدار سوختی که مصرف میکنیم متفاوته و میگفتن بعد این اتفاق بیفته که بعد دیدن واقعا یه در واقع آره یه جورایی داری بر علیه یه سری آدم دیگه میگی که اگه که تو مثلا سبکتر باشی میگفتن فت دیگه حالا ام. نمیدونم واژه فارسی نداره فت شیمینگ اینه که آدم چاق رو مورد سرزنش قرار بدی سرزنش شده شاید هم خوب میشد اگه میکردن خیلی مثلا برای شما آدم های بیشتری لاغر میکردن و ببین بعضی آمار... دوست دارن وضعشون اونطوری پایین چون چاقی که خوب نیست همه میدونن همه اینطوری نیستن این اون موقع اگه همه سال میموندن شرکت های بیمه و دارویی ضرر میکردن کلا به جا... نفع سیستم نبوده داستان <صفح> حالا ما اگر که موارده. این دوتا اصلی که من گفتم رو در نظر بگیریم که یکیش در واقع اطلاعات و دانش بوده که بتونیم گسترش پیدا بکنه و بتونیم به همدیگه دیگه بدیم و قدرت دادن به اشخاص و اخشار مختلف جامعه میبینیم که این کلمات زشت و زننده ای که بعضی موقع میشنویم یا حرفای نجات پرستانه یا حالا ضد انسانی که جاهای مختلف شنیدیم تو این کانسپت یه جورایی اصلا جایی ندارن و از یه قدرتی که بهمون داده شده به عنوان آزادی بیان به نام آزادی بیان داریم یه جورایی سوء استفاده میکنیم مثلا گفتم بعضیا در قالب تنز میان یه شوخی های خیلی خیلی زشت رو انجام میدن که اصلا زننده است نجات پرستانه است خیلی جنسیه و میرن زیر سایه این آزادی بیان قائم میشن که تا هم میای مثلا ایزی بهشون بگی یه برچسب دیکتاتور میزنن به تو میگن که تو داری مثلا هیت سپیچ انجام میدی و نمیذاری ما حرفمون رو در واقع بزنیم بعد این چیزی میخوای بگی آره بگو این وسط یه مفهوم دیگه هم وارد میشه به اسم اثیکس یا آداب که این فکر کنم در واقع متممیه برای همین مسئله این که حالا این آزادیه باید تا چه حدی باشه توی که حالا آزادی بیان داری آیا اجازه داری مثلا بیای نظر شخصی خودت رو حالا راجبه نژاد راجبه جنسیت یه طرز تفکر با هر ادبیاتی که دوست داری ارائه بدی یا نه که اون دیگه بحث آداب حالا جالبه هر رشته که شما بخونید به احتمال خوبی یه آداب مخصوص اون رشته وجود داره مثلا برای ما آداب حالا کامپیوتر وجود داشت رشته دیگه هم هر کدوم اینو دارن که در واقع توی اون حوزه کاری شما آداب چه تعاریفی رو داره و شما چه مواردی رو باید رایت کنی حالا شمایی که سیاست مدار میشی قطعا یه آدابی رو باید رایت کنی که هر حرفی رو مثلا هر جوری که دوست داری نمیتونی بزنی چون حالا اگه هنرمند میشی موسیقی دان میشی هم همین قاعده باید, باید باشه که یه آدابی باید باشه ولی خب خود اون آدابه هم باز چیز مطلقی نیست خود اون آدابه توسط یه سری آدم طراحی شده و به قول حالا آقای یوال نوآ هراری در واقع یه سری واقعیت مجازی یه تصوریه که یه سری ما انسان حالا دور هم نشستیم و به وجود آوردیم و سعی میکنیم بهش باور داشته باشیم ولی این یه متممیه برای حالا قضیه آزادی بیان همین آداب خودش یه چیز مطلقی نیست من خودم تجربه کردم فکر کنم تو هم گفتی سر کلاس نشسته بودیم یه هو یکی در یه فیلم کرد تا سه تا کلاس اون ورتا صدا رو شنیدن ما مثلا بعضی دریم میخواد یه فیلم بگه مثلا میره دست آروم یه کاری یه جوری انجام میده که مثلا هیچ کی نفهمه این آداب و رسوم هم برای بعضی‌ها اینطوری که کامن سنس عقل سلیم این اتفاق بیفته ولی بعضی‌ها اصلا براشون به قول معروف این تعریف نشده دیگه آخه آداب و رسوم که تو میگی با اتیکس فرق داره آداب و رسوم برای من و تو که فرهنگمون یکیه ما اینو میفهمیم ولی اونی که اینجا بزرگ شده خوبی چشکاری نداره سر کلاس قضا میخورن اینا اینا فیلم میکنن تعریف نشده آره این فرق داره ولی اون اتیکس یه چیز دیگه حالا ما اینو هم توی این میگم اصلا این جمله رو میگم تو این کلمه رو میگم اذیتم میکنم این, این جامعه, جامعه... کوچیک پادکسترایی <applause> که وجود داره میگم در صحبت کردیم تجربه کردیم در که بعضی‌ها فکر میکردن بعضی از برنامه ها نباید ساخته بشه به خاطر اینکه میتونه برسه به گوش یه سری از آدم ها و میتونه اونها را آزرده بکنه یه صحبتی که داشتم میشنیدم توی یه پادکست دیگه you شود نو بارون میدونه در موردش داشت در همین آزادی بیان صحبت میکرد و همین گفتش که موقعی که تو این آزادی رو به نفر میدی که یه چیزی رو نشنوه یا نبینه یا نخونه اون دیگه جز آزادی بیان بحثوب نمیشه یعنی ما به یه سری ما میتونیم توی اون هر چیزی بگیم مثلا ما خودکس رو که به خورده همه نمیدیم هر روز بیایم به همه یه دونه در واقع بذاریم تو گوششون بگیم حتما باید این رو گوش بدیم. گفت بعضی میتونن نگاه بکنن میتونن نگاه, نگاه نکنن و به خاطر همین نمیتونی انتظار داشته باشی که اگر خودکست میاد یه اشتباهی رو میزنه باید از بین بره یا باید مثلا محاکمه بشه یه هر چیز دیگه و اینم تقریبا همونه دیگه مثلا بعضی از پادکست هایی که وجود دارن پادکست جوروگن میاد در مورد فواید مثلا ماری جوانات برای خودش میگه و میگه برای من چقدر مفید بوده و برای من این در واقع بنفیت ها رو داشته این فواید رو داشته بعضی ها خیلی بعضیا خیلی مخالفن میگن که نه به خاطر اینکه این شخص شنیده میشه میتونه خیلی ها رو مثلا به این راه ببره و میتونه آدم ها رو مثلا معتاد بکنه اینم هم توی همین حالا پادکسترام همینه دیگه الان به خاطر که دارن خودشون رو پیدا میکنن پادکست های مختلف ها داره تعداد زیاد در واقع داره زیاد میشه ام موقع انتخاب موضوع که میشه آدم ها یه جورایی دست و پاشون میلرزه که این چه جوری میخواد باش برخورد بشه این حرفی که من میخوام بزنم آیا برخورد مثبتی داره حالا با اون فرهنگی که ما داریم میخونه نمیخونه یا اینکه اصلا بعضی موقع منصرف میشن از گفتن یه سری از حرفها و خب اینو باید در نظر بگیریم که به خاطر اینکه این جامعه خیلی جوونه و خیلی تازه نوپاس و داره اتفاق میفته اشتباهات خیلی زیادی هم میتونه توش اتفاق بیفته ولی با کنسل کردن همدیگه و با در واقع فوش و بد و بیرا هیچ وقت هی ج... هیچ, چیزی جلو نرفته و جامعه پادکست هم همینطوری جامعه گیمران بهشون نگاه بکنی همینطوری همه در گروه های... گروه های مختلفی که وجود داره همینطوری اگر که شروع کنی بهشون بد و بیرا گفتن تقریبا هیچکس جلو نمیره به بگو همجور بگو جامعه گیمر جامعه پادکست جامعه چی بگم کلمه اینفلوئنسر جامعه کلمه متفاوت بگو جامعه جوامع بگو کلمه متفاوت بگو یکی بود که تو کامنتات ها کلماتو میشه نه قشنگ میگو مثلا مثلا شما مثلا حالا همین میخواستم بگم دیگه میخواستم بگم این با گفتگو سالمی که اینا میتونن برن جلو یاد بگیرن و جایگاه خودشون رو یه پیدا بکنن امیدوارم که خودکست تا الان تونسته باشه یه مثالی باشه برای آزادی بیان که ما تون اشتباه کردیم چرت و پرت گفتیم اطلاعات شاید غلط بعضی موقع دادیم ولی بعدش اومدیم از خواهی کردیم گفتیم که اطلاعات درست اینطوری بوده و معنی ایمانی که اینجا نشستم فوش و ناسزا تا دلتون میخواد بردم یعنی میتونم اینجا بیام بشیدم هر چی که از دهنم در بگم ولی خب میدونم که مخالفت باش میشه درست شنیده نمیشه و اون حرفی که میخوام بزنم اون وزنی که میخوام رو احتمالا نداره دیگه وقتی با این سری الفاظ رکیک این جمله رو میگم و امیدوارم که میگم خود یه مثال خوبی بوده باشه تا الان برای یه جورایی آزادی بیان چیزایی که خواستیم رو تا الان گفتیم بیا البته اون تیکه که میگی اون پادکست صافی شد نگفتش که وقتی به کسی آزادی نشنیدن یا ندیدن میدی آخه خود اونم باز بهش میشه ایراد گرفت چه جوری اینکه شما میتونی آدم ها رو وقتی رسانه دستته میتونی منیپولیت کنی در واقع میتونی تحت تاثیرشون قرار بدی و وقتی این تعداد از یه حدی بگذره دیگه درسته که تو مجبور نیستی بری چیزی رو ببینی ولی تو ممکنه تو ناخودآگاهت بازی داده شده باشی توسط اون رسانه که بری اون رو دنبال ام. کنی خب مثلا یه پیجی توی اینستاگرام باشه حالا یه سری چون توییتر باشه یه سری حرفا رو بزنه که لزوما به مزا همه خوش نیاد درست ولی بتونه شرایطی رو ایجاد کنه که محبوب بشه معروف بشه خب همه شروع میکنن مثلا این رو دنبال کردن درستی که آدم ها مجبور نبودن ولی تحت تاثیر اون قضیه قرار گرفتن مثالش حالا همین سایت های پرنه تو مجبور نیستی بری اون رو ببینی آزادی انتخاب نکردنش رو داری ولی اون یه ابزاری داره که ممکنه خیلیا رو به خودش جذب کنه برخلاف میلشون <applause> ببین اینو من قبول دارم و ولی از اون من دوست دارم به آدم ها انقدر کردیت بدم که تو وقتی یه کار اشتباهی داری میکنی خودت میدونی که داری یه کار اشتباهی میکنی یعنی اگه اینطوری باشه تمام سیستمایی که وجود داره الان توی دنیا همه به یه شکلی میخوان تو رو منیپولیت بکنن بله. اون مارکتینگ داره سعی میکنه تو رو منیپولیت بکنه آره. یه ایزی ازشون بخری اون وبسایت داره یه جوری میکنه که تو بیشتر بازدید داشته باشی اینستاگرام به نوع خودش ولی تو به عنوان یک انسان تصمیم میگیری و انتخاب میکنی که از کدوماش میتونه به ضرر تو باشه کدومش میتونه به نفع تو باشه و وقتی همون تصمیم میگیری دیگه بعد پاش وایسی یعنی من اگر که تصمیم میگیرم یه کانالی رو فالو بکنم که داره حرفای نجات پرستانه خیلی عجیب میزنه باید پایین هم وایسم که من فردا میتونه طرز فکرم خیلی به اون نزدیک بشه و میتونم تو این جامعه خیلی ترد بشم یه جورایی میگم من دوست دارم که به آدما یه ذره کردیت بدیم که آره شما با اینکه تمام چیزایی تمام اون سیستمایی که وجود داره الان توی دنیا داره سعی میکنه شما رو یه جورایی به سمت خودش بکشونه چون ازتون پول در میاره یه جایی هم شما تصمیم گیرنده هستید یعنی یه جایی هم من ایمان میتونم تصمیم بگیرم که برم تو اون سایت پورن یا نرم یا برم توی حالا اینستاگرام وقتمو بگذرونم یا نگذرونم خب اگرم دیگر. و وقتی هم میرم میدونم که دونسته دارم میرم دارم این حالا اشتباه میکنم یا دونسته دارم میرم این از این سرویسی که وجود داره استفاده کنم و آخرش هم باید با این تصمیمی که گرفتم زندگی کنم دیگه ببین خب واقعیت اینه که ما مستقل نیستیم توی تصمیماتی که میگیریم برخلاف حالا چیزی که ممکنه ما فکر کنیم که من کاملاً مثلا مستقل دارم تصمیمات هم میگیرم ما همیشه تحت تاثیر بقیه هستیم بله. و این در از کجا میاد از بیولوژی ما میاد ما اینجوریم و هم. این حالا مارکتینگ مارکترا یا تمام حالا این صفحه مجازی پرن پورنو اینا همشون دارن از بایولوژی ما استفاده میکنن و ما رو میکشن سمت خودمون <applause> پس حالا درسته که ما میتونیم کردیت بدیم به آدما که خودشون این تصمیم رو گرفتن ولی خودشون این تصمیم رو گرفتن در پاسخ به یه سری نیازهایی که بایولوژی اونا مطرح کرده و اون حالا شرکت ها به هر دلیلی به هر نحوی میتونن اون رو پاسخ بدن <applause> و من نمیگم اینا رو باید جلوشون گرفته ها صرفا دارم میگم که اینا چیزاییه که واقعیت و وجود داره و حالا ما میتونیم بهشون فکر کنیم خود ما هممون میریم درگیر یه همچین مسائلی میشیم ولی اه... صد درصدش رو که ما تصمیم نمیگیریم یه سری حالا نیاس ها هست یه سری کشش هست بالاخره جذب هر یه سری هورمونا هستن بگو این اپیزود اسم هورمون نمیخواستم نمی نمی بگم ولی مشخص بود نه بیولوژی نه اون که بگی ازش اون که میخواست بفهمه فهمیده نداره ما میگیم جامعه میفهمه آره دیگه بیولوژی میگیم اونجوری طراحی شدی شما کارش نمیتونی بکنی آره. خلاصه من کل حرفم این بود در مورد آزادی بیان جا خیلی داره که در موردش تحقیق بکنیم بدونیم که در واقع صحبت هایی که میکنیم کدومش میتونه مخرب باشه کدومش میتونه سازنده باشه من یه پادکست دیگه داشتم گوش میدادم که پادکست لوگن پا یه پادکست رو به نام پاسیو که جالب بود یه قسمتش داشت در مورد این صحبت میکرد که به اون جامعه کوتاه قامت هایی که وجود دارن که در تمام دنیا هم هستن جامعه. اون جامعه آره شو کوتاه قامت ها آره جامعه یه جامعه نیست کلمه ای هست که برای در واقع میخوایم خطابشون بکنیم یه کلمه انگلیسی هست که با ام شروع میشه که من تازه فهمیدم خیلی کلمه زشت و در واقع بدیه و خودشون خیلی از این کلمه بیزارن و مثل همون کلمه انورد میمونه در مقابل سیاه پوستا. آره و میگفتن که آره مثلا باید بهشون بگین دورف یا لرو پیپل ترجیح میدادن هم. که مثلا آره, آره اون, توهین آره دیگه اونجوری که میگه واقعا من،, من اینو واقعا نمیدونستم و همه زیاد به کار میبردی <laughs> و حالا چیزی که میگفت جالبیش این بود میگفتش که رفته بودن یه موزیک فستیوال و یه سری خب این با این رفیقش رفته بود و به این واقف بود که این کلمه خیلی زشته گفت یه سری دیگه دوستاشون رو دیدن که اونام یه شخصی بوده باشون که کوتاه قامت بوده و اونو میج صدا میکردن خب اصلا اسم طرف میج آره آره میگفتش که و خیلی ناراحت شده بود و اینا میگفتش که نه این رفیق هم خودش به ما گفته به ما بگین میج یعنی این اسم خودش و همچین چیزی گذاشته و میگفت این اختلاف توی خود این آدم ها وجود داره که نمیدونن کدوم خوبه کدوم بده مثل همون انورد دیگه اونم قدیمی آره. ها سفید پوسته برای اینکه حالا اونا رو تحقیر کنن میگفتن الان خودشون اون رو به نشانه حالا اینکه چقدر ما رفیق و ما اینا میگن دیگه اینو یه کامدین اتفاقا پوست هم خیلی بال توضیح داد میگفت ما پوست رو عادت داریم چیزی که ضد ما استفاده میشده رو بگیریم تغییرش بدیم و به نفع خودمون نشونش بدیم دو تا مثال زد یکیش همین این انورده بود دومیش هم زنجیر میگفتش <applause> یه قدیم زنجیر خب کاربردش مشخص بود هر سیا پول داره یه زنجیر طلا بسته تا زیر شکمش میاد و خیلی هم میکنه <applause> آره خلاصه من گفتم اینم با شما در حالا اونا هم شاید تو خودشون مثلا همدیگر رو چی صدا میکنن اوکی هم از از بیرون نباید صدا ایمان من تا جایی که ف... که اولی می دیدم لوگن یه دوست داره که چیز کوتاه قامت بنا همین میگه میگه یکی از دوستاش و اون حالا ما فکر فرضا یه چورت داشت میزد یه هو از چورت که بیدار یه تیکر شنید گفت رو دیدن که... نه نه اینا با این دوست کتاقامت خودشون رفتن یه کسی دیگه گروه دیگر دارن که اونا یه دوست کتاقامت داشتن و اونا یه جوری دیگه برخورد میکردن اینا یه جوری دیگه برخورد میکردن و می گفتش که این اشتباه وجود داره و من خودم حالا نمیدونستم گفتم اینا با شما در میون بذارم و بدونید حالا که میدونست ولی فکر نکنم فراد میدونسته فرزاد یه دو تا جالب سری میگی چون توان یه ساعته که من دارم اینجا بله میکنم یه جورایی بگو اه یه چند تا یه بخونیم بعد بریم دوباره سمت جالب آره آره از داری اینستاگرام پدیچک نوشته بود که این روزا حالم هیچ خوب نیست اما شما رو یه هایی پیدا کردم مدام بهتون گوش میدم میبینمتون مرسی رفقا گفته بودن که ایمان جان میکروفون آروین عالی بود از اون میکروفون برای پادکست استفاده کنی که ایمان جواب, جواب من میخوای بهشون میدیم اون میکروفون افثانه من ایم. گفتم برای خریدن اون میکروفون باید یکی که نه دوتا کلی هم بفروشم که بچه ها هم همه یکی از این میکروفون داشته باشن میکروفون خیلی گرونیه یه یه دونه شب بشه ولی واقعا چهارتا شو نمیشه و برای اینکه ما بتونیم کوالیتی و مثل هم دیگه نگه داریم برای همین میکروفونه که داریم خیلی هم خوبی هستن به باز اشاره شده بود به وقتی که آروین گفته از دوپامین صحبت کرده و قیافه کارون که خیلی مطلوب بوده آره بود. خیلی به اومده بود یکی هم از هم شیراز کامنت گذاشته بود تو کس خواستم برای ایمان بخونم چی بود؟ نشنیدم یعنی انرژی بود دو. که یه چیز خونه که بود؟, بود. خب از ما بود من الان اینجا قالب توی کردم هیچی هم خونه نیست این جنده از خونه فرزینا و خونه شما اینکه که داشت سندلی ها تکن چیزی نیست. افتاد این همه مسخره کردی دیدی وجود آره خیلی چیز, چیز هفتاد. چیز هفتاد. خیلی چیز افتاد خیلی نکنه رو کاغذ نوشته بودی که و اتفاق افتاده نه نه بگی خب حمید گفته که سلام من از اولین روز و اولین قسمت شنونده ثابتتون هستم خیلی لذت بخش شنیدن پادکستتون و همیشه منتظری سه شنبه ها پنج شنبه ها هستم تا قسمت جدید منتظر بشه یه پیشنهادم دارم اونم این که از ورزش و سیاست هم صحبت کنید حمید از شیراز با تشکر گفته بودم از آره یه سری از این اومده بود ما گفتیم تا الان سعی کردیم از دین و سیاست و چیزایی که زیاد سرشه نداریم زیاد واردش نشیم برای همین نه اینکه راجع به چیزای دیگه که هر سالیم سرش داشتیم در مورد در مورد هورمون و اینا نه شما مثل اینکه سرشته خیلی خاصی داری ولی خب جالب جالبای دیگه هفته. این هفته من بهش برخوردم چیزی جالبه چی هفته یکیش این بود که اولین مسیجی که روی اینترنت رد و بدل شده برمیگرده به 51 سال پیش بین دانشگاه یوسی‌ال‌ای آمریکا و دانشگاه استنفورد و قبل اینترنت که قبلش بوده اسمش بوده آرپونت یا همچین اسمی بعد اون در واقع حالا PhD استیودنت بوده یا هر کی بوده میخواسته یه مسیج رو بفرسته به استنفورد میخواسته بنویسه که لاگین کلمه لاگین رو برسه و بعد حرف او سیستم کرش میکنه و فقط ال او میشه اولین در واقع کلمه ای که رو انترن... روی اینترنت روی اینترنت رد و بدل میشه و بدل تکس بده که چطور تو جالب یک ساعت طول میکشه تا سیستم ریکاور بشه اینا کامل بفرستن خیلی ببینید ما تو سال نشستیم تو خونه داریم ویدیو چت میکنیم واقعا ویدیو میره حتی فرزاد هنوز تو همون دورانه فرزاد, فرزاد به اصل پایون مونده آره این میره فضا میاد پایین بعد ما هر از گاهی مثلا تلفنمون چند ثانیه اینترنتش مختل میشه اینجوریه که چرا مختل شد انگار نه انگار. که میره فضا دوباره برمیگرده پایین من نه من تصویر خودم که ببینم فکر کنم با 6620 دو صرف دارن ضبط میکنم دارم. 66 دو خیلی از این بهتر ضبط کردی یعنی تو لگو تور میشی هر از, از احساس می‌کنم مثلا اینترنتتونم هم مشکل آره خواه... آره شطرنجی میشی مثلا این نادمایه توی چیز هست توی مستانت ایران پشت اون حرفی که حرفی کوروش زد گفت مثل این فعالای محیط زیست دیدی آره که نگرانن ایمان وقت داریم یا آره یکی دیگه هم بریم جالبه بعدی در مورد تو فرانسه اتفاق افتاده قبل اینکه فرانسه ببنده و داون بشن کامل یه خانواده ای که تو پاریس زندگی میکردن دست زن و بچه رو میگیرن میبرن یکی از شهرهای هومه به نام وندوم خب وندوم بدونید کجا خلاصه بعد دو تا بچه ده ساله دارن این خانواده و اتفاقی که میفته میرسن تو اون خونه پدری مثلا که خارج اطراف بوده به اینا به پدر مادرش میگم ما میخوایم یه دونه قلعه یا قصر اینطورا بسازیم سرگرم بشن و اینا مثلا یهو قصر بسازیم آره با بعد بابا میگه که بابا پیشنهاد بشون میده برید هرچی پیدا میکنه دور خونه بیارین و خونه قدیمی بوده و اینا میرن میخن <تصفح> بابا میگه برید هرچی چوب بردارید بیارید شاخه درخت <تصفح> بهشون نشون بده با هم بودن چقدر <تصفح> بعد حالا یه پیش میکنه میگه برید مثلا یه یه دونه ملافه توری هم پیدا کنید حالا فکر کنم مثلا سقفش رو حالا در حال بچه ها میرن و ملافه رو که پیدا میکنن توی اون ملافه دو تا شمش طلا بوده تو خونه آره تو خونه که خونه مادر آره که کنارش هم رسید داشته اون شمش طلا و اول نمیفهمن بچه ها چیه و میذارن و فقط ملافه رو برمیدارن بعد به باباشون میگن میگن که یه چیز سنگین هم اونجا بوده بابا میره میبینه و میفهمن که مادر بزرگ اینا رو خریده بوده و الان یه ارزشی دور برایش صد هزار دلار داره صد هزار دلار فقط؟ گفتیم بابا؟ دو تا شمش صد تا؟ آه یک کیلوه نه آخه کارون لواش لوله که هزار دولار نه من گفت الان مثلا شم میلیونیه مزنده شمس شمس دستم نیست آره یه دونه پیچ هست که میتونید فالو کنید قیمت دلار باشه لحظه اون تو شمس یه یه داری چیزی یه خبر باحال دیگه میخوای به من در بیاریم ها نه 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 هر اون سال اینا باید باشه آه. ببینید یه شمس چند اونسه بعد یه خبر دیگه جالب بود که توی زندان اتفاق افتاده بود به خاطر حالا این کرونا تو به همه زندانیا ماسک داده بودن بعد دو نفرم بودن که حالا با هم دوست بودن رابطه داشتن تو زندان یعنی دوست بودن بعد منظورم اون نبود این یکیشون میخواست مرخصی بده یه همچین حالتی ولی اون یکی یه حبس سنگینی داشت و اصلا مرخصی اینا تو کار نبوده جفتشون هم آمریکایی آفریقایی بودن یا همون سیاپوس ما خدا خلاصه زیاد حرف نزنم به خاطر اینکه ماسک داشتن و اینا اون طرف که حبسش سنگین بوده به اون طرف میره من برم به تو بیرون تو که الان مرخصی داری من هزار دلار بعدم بهت میدم <تصفح> ایشون فرار میکنه زیر اسم اون بیرون با, با یه ماسک کرونایی و ولی بعد میگیرنش اف بی آی هزار دلار چی شد دادن؟ آره نه دیگه اونم لاکار شد چی داشت تشخیص ندادن این یکی دیگه است نه دیگه خوش آمدید به زنگاه از سرنگوش میشد قدشون فرق نداشت وزنشون نمیدن اینجوری قپونیکش آوردنش برش با ندامت آقا بریم 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 دیگه زخم بستر گرفتیم ماسکش من تشکر میکنم کسایی که توی یوتیوب ما سابسکرایب کردن احتمالا ما تا امروز دیگه رسیدیم به هزار که شما دارید میشنوین یازده نفر موندن گفته بود انقدر گفتی خون انداختی خلاصه ما این دوربین من اصلا چیزش تکون میخوری شما براتون میگه که دستون درد نکنه خیلی ممنون از همه اشخاص که سابسکرایب کردن من اینو بگم که ما الان اپیزود هفته 18 هم ممونه، هفته 20 همون احتمال هفته آخره این فصل خودکست باشه و ما داریم تمهیداتش رو میاندیشیم که یه لایف داشته باشیم اون موقع میخوایم قوره کشی بکنیم برای تیشرت هایی که قرار بدیم و بقیه کارا اگر که چیزی به ذهنتون میرسه اگر کاری هست که به ذهنتون میرسه بازی شادی خنده ای چیزی هست بگید که ما اونجا انجام بدیم که ما بتونیم کارشو انجام بدیم ما توی تمام فضای مجازی اسمون خودکسته توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما یک پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پایم های صوتی، تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیدی برمیگردیم فعلا خدافظ خدافظ